تحفه دوستی هندوستان، امید آفرینی با آینده افغانستان. ما دو کشور برخلاف یک دم که مهمترین هنرشان خراب کردن و پیام ویرانی فرستادن است، مسئولیت دشوار آباد کردن را به دوش گرفت. همکاری ما در همه بخش‌ها در افغانستان گسترش خواهد یافت. مشارکت ما باعث بهبودی تمام طبقه‌های جامعه افغانستان خواهد شد. بند دوستی افغانستان و هندوستان گشایش یافت. سلام، خبرهای ساعت ده امشب. ویژه بند سلما است و من فؤاد امان هستم. بند سلما امروز در یک مراسم ویژه با حضور رهبران افغانستان و هند به گونه رسمی گشایش یافت. رئیس جمهور غنی ساخت بند سلما را در گسترش روابط کابل و دهلی نو بسیار مهم میداند و خواهان کمک های بیشتر هند در بازسازی افغانستان است. نخست وزیر هند نیز بر گسترش کمک و همکاری کشورش در تمامی بخش ها در افغانستان تاکید میورزد و میگوید که هند دوست پایدار افغانستان خواهد بود. بند سلما روشنی بخش خانه های تاریک و حیات به زمین های خشک. مراسم ویژه برپا شده است. کودکان هرات با دو زبان فارسی و هندی با سرود از نرندرا مودی استقبال می کنند. نخست وزیر هند هم به هرات آمده است تا بندی را که به کمک دهلی نو ساخته شده است با رئیس جمهور غنی به گونه رسمی به بهره برداری بسپارند. کمک مردم و دولت هندوستان و برافراشتن بند دوستی افغان هند در سلما بر بلندای چشت شریف، تجدید رابطه دیرینه هرات و هند و همچنان تحکیم رابطه امروز دو کشور در سطح ملت و دولت است. دهلی نو دوسر راه بردی کابل است. از همین رو بند سلما به نام دوستی افغان هند تغییر نام یافت. این یک گام بزرگ و مستحکم دیگر در مسیر پیشرفت افغانستان است. این یک لحظه تاریخی و فخر برای روابط افغانستان و هند است. هند یکی از بزرگترین کمک کنندگان افغانستان است. ما دو کشور برخلاف یک دهر که مهمترین هنرشان خراب کردن و پیام ویرانی فرستادن است، مسئولیت دشوار آباد کردن را به دوش گرفته ایم و تا به هدف مشترک امهای فقر نائل آییم و یقین قاطع داریم که جبهه آبادانی بر جبهه ویرانگری پیروز می شود. در این میان نخست وزیر هند تعهد دهلی نو را بر گسترش کمک ها و همکاری ها با کابل بار دیگر تازه می سازد. همکاری ما در همه بخش ها در افغانستان گسترش خواهد یافت. مشارکت ما باعث بهبودی تمام طبقه های جامعه افغانستان خواهد شد. افغانستان با وجود داشتن جغرافیای دشوار باید به شکل یک کشور متحد و پیشرفته زندگی کند. تقسیم بندی های مردم تنها به سود کسانی خواهد بود که از بیرون خانه غلبه و تسلط هستند. هند هم مثل افغانستان از هر صفگنی درمان نیست. در اینجا نیست رئیس جمهور غنی خواهان همکاری های مشترک با این پدیده است. زموک دی سیمه ارتیا داده زموک دی توریزم مشترک تعریف ده ورسیگو او لحق سره دی مبارزه لپاره پا گر جبهک قرار ولرو دا زموک دی ملتونو دی مشترک رفال پاره یوازنه لاره ده. در حالی که دیگران با آینده شما شک دارند، ما مطمئن هستیم که با همه چالش‌هایی که افغانستان دارد، هیچ قدرتی نمی‌تواند مانع سرنوشتی باشد که مردم افغانستان برای خود برگزیده‌اند. در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، با یک صدا از حق افغانستان به عنوان یک کشور با امن و موفق دفاع خواهیم کرد. بند سلمان نزدیک به 300 میلیون دلار هزینه برداشته است و 42 میگاوات برق تولید می‌کند. 250,000 خانواده را نیز نور این بند روشن خواهد ساخت و 70,000 هکتار زمین را هم سیراب.
سوی دیگر گشایش بند سلما خوشی و هیجان را در ولایت هرات به وجود آورده است. باشندگان این ولایت پس از گشایش بند سلما بر رقص و پایکوبی پرداختند و بهره برداری این بند را رویای دیرینه هراتیان می دانند. باشندگان ولایت هرات می گویند که نه تنها این بند برای هراتیان آب و برق فراهم خواهد کرد، بل ساخت بند سلما امید برای ادامه زندگی در این ولایت بخشیده است. 40 سال انتظار به آخر رسید و رویای دیرینه هرات به حقیقت پیوست. این سد بزرگ که سنگ بنایش با دوستی پایدار ملت‌های هند و افغانستان گذاشته شده بود به بهره برداری رسید و امیدها را برای اقتصاد برتر و زندگی بهتر برای هریوانشینان هدیه داد. پس از آن که رهبران هند و افغانستان کلید گشایش این بند را زدند، باشندگان هرات به ویژه باشندگان ولسوالی چشت هرات و حتی کارگرانی که سالها برای ساخت این بند عرق ریختند بر رقص و پایکوبی پرداختند. این بسیار مهم است برای هم از لحاظ زراعت مهم است و هم از لحاظ برق و به عنوان یک پروژه زیربنایی که سالها مردم ما انتظار از او داشتن، امروز به ما آرزو خود میرسند. در همین حال وزیر پیشین انرژی و آب ساخت این بند را از سوی هندوستان نشانه از دوستی صادقانه هند و مردم این کشور در برابر افغانستان میداند. بعد از 40 سال اولین پروژه بزرگ است که در افغانستان افتتاح میشه و به ملت مسلمان افغانستان و بخصوص شهریان شهر هرات تبریکت میکنم و یقین دارم که مردم هرات و بخصوص دیهاقین صنعتگرا چون هم آب است هم برق با این پروژه نهایت اونا خوشحالند. در همین حال شماره صاحبان صنایع میگویند که بیشتر کارخانه هایی که به علت نبود برق در شرک صنعتی هرات متوقف شده بودند دوباره به تولید آغاز خواهند کرد. در آمدن برق در شرک صنعتی یا در افتتاح بند سلما اون دوستا و اون برادرها و اون تاجرهایی که آمدن ماشینری و دستگاه از کشورهای مختلف وارد کردن و اونا همه اونا مصروف کار میشن، اونا فعال میشه و برای مردم جوانای ما که متاسفانه از کشور امروز میرن برای از اونا زمینی کار مساعد میشه و اونا مصروف کار میشن. از سوی هم شمار از آگاهان بدین باورند که حکومت باید بر ساختن و بازسازی دیگر بندهای کشور به ویژه بند کجکی که نیاز جدی به بازسازی دارد تلاش کند. افغانستان ظرفیت منابع آب بسیار خوبی داره، امیدوارم که بند کجکی و بندهای دیگه هم که میتونه همین خوشی به مردم آبرمقان بیاره. امروز ما خوشی مردم در بند سلما دیدین. بند کجکی نسبت به بند سلما ظرفیت بیشتری دارد، اما به علت ناامنی ها از سالها بدین سو این بند آماده بهره برداری نشده است و ولایت های هلمند و قندهار در تاریکی به سر میبرند. بند سلما بیش از 600 میلیون متر مکعب آب ذخیره می کند و طول محل ذخیره سازی آب در آن 20 کیلومتر است. از روزی که نخستین سنگ بر بنای بند سلما از سوی نخستین رئیس جمهور افغانستان سردار داوود خان گذاشته شد تا کنون 40 سال می گذرد. هراتیان 40 سال انتظار کشیدند و نیروهای امنیتی برای ساخت این بند قربانی ها دادند. اما پس از 40 سال امروز بند سلما به بهره برداری می رسد و از سوی رهبران دو کشور گشایش می یابد. خانه های هراتیان از برق بند سلما روشن می شود و کشاورزان که سالها انتظار می کشیدند به مزرعه برمی گردند. اما جاوید زیارجاهی، طلوع نیوز، بند سلما. ادامه خبرها پس از وقفه کوتاه. هند پنجمین کمک کننده بزرگ برای افغانستان بوده است و در 15 سال اخیر بیش از 2 میلیارد دلار در بخش های بازسازی به افغانستان کمک کرده است. شمار از آگاهان و شهروندان کشور با استقبال از گشایش بند سلما این پروژه را در گسترش روابط میان کابل و دهلی نو مؤثر میگویند. هندیان افزون بر عملی کردن صدها پروژه اقتصادی، صدها نظامی کشور را نیز آموزش داده و برخی از تجهیزات نظامی را نیز به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کردند. نخست وزیر هند امروز قهرمان کاربران شبکه‌های اجتماعی بود. مردی از کشور دوست که به باور مردم در هر سفرش به افغانستان با خود خوشی را سوغات می آورد. سلام بنده و لحاظ اقتصادی هم مردم صاحب کاربار میشن و هم اقتصاد مردم زیربنای اقتصادی هست. در واقع من د حکومت څخه غواړم چې په نړیوالو فشار راوړي چې دغه پروژه په نورو ولایتونو کې هم پلی کړي. در بیش از یک دهه اخیر دهلی نو کوشیده است کابل را در هر بخش بیشتر یاری رساند، چنان که هند اکنون
با عنوان پنجمین کمک کننده بزرگ افغانستان شناخته می شود. پروژه بسیار عامل منفع و بسیار خوب می باشد. شده می تواند که از مردم افغانستان از این کمک ها مستفید شود. ماسلین ما، افسرای ما، بریت ملای ما در کشور هندوستان میرن، اونجا آموزش می بینن و پس با کشور خود میرن و مصدر خدمت به مردم افغانستان می شوند. برعلاوه از شما دیدین که مردم هندوستان یا حکومت هندوستان با ما 4 هلیکوپتر می 25 هم کمک کردن. در همین حال شماری از آگاهان این نزدیکی کابل و دهلی نو را خار چشمی برای برخی از کشورهای دیگر می دانند. چیزی که به گفته این آگاهان بارها باعث آماج قرار گرفتن نهادهای دیپلماتیک هند در افغانستان و جان باختن ده ها شهروند این کشور شده است. در قسمت محو تروریسم هندوستان امروز هم و در آینده هم نقش خدا ادا خواهد کرد، بخاطر از که هر دو کشور ما متاثر است. کمک های هند به افغانستان تنها در بیش از 10 سال اخیر به بیش از 2 میلیارد دلار می رسد. افزون بر ده ها برنامه دیگر اقتصادی و نظامی، ساخت بند سلما، ساخت جاده زرنج دلارام و ساختمان تازه شورای ملی، بزرگترین برنامه های ساختمانی هند در افغانستان بودند. بند آبگردان سلما گذشته از تولید 42 مگاوات برق 75 هزار هکتار زمین کشاورزی را در ولایت هرات آب خواهد داد. وزارت زراعت و آبیاری میگوید که با بهره برداری از بند سلما کشاورزی در ولایت هرات رشد خواهد کرد. با باور شما از آگاهان، اگر حکومت برای ساخت بندهای آبگردان در کشور برنامه های درست را روی دست گیرد، در بسیاری از بخش های کشور اقتصاد بهبود خواهد یافت. با گشایش بند آبگردان سلما، کمبود آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی در ولایت هرات حل خواهد شد. 640 میلیون متر مکعب آبی که در این بند ذخیره شده است، 42 مگاوات برق تولید می‌کند که بیش از 40 هزار خانواده از این برق بهره خواهند برد و نیز 75 هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری می‌کند. که په دې پروژه باندې اساسي کار وشي او موږ ته هغه د ډیماند د ضرورت بنا باندې اوبه راکړل شي، چونکه موږ د اوبو استفاده کوونکي یو. وزارت زراعت کاملا موږ به د وزارت محترم آب و انرژي نه خپل تقاضا لرو چې موږ د غمرز مکه لرو د خپل مطالعات په بنیاد باندې او د هغې په بنیاد باندې زموږ توقع و تقاضا بدای چې څومره ضرورت دی وقت هماغومره اوبه موږ ته تهیه کړي او موږ ته برابرې کړي. در این حال شماری از آگاهان بخش کشاورزی با توجه به کمبود آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی در کشور میگویند که بهره برداری از بند سلما در هرات مشکل کمبود آب را برای آبیاری زمین‌های کشاورزی تا اندازه‌ای در این ولایت حل خواهد کرد. بند سلما یک بخش کوچکی که عبارت از برق باشه به او هدف رسیده و اهداف کلان دیگه باقی مانده که از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این توقع میره که در این رابطه ساکت نشینه و آبهای بند سلما را بهینه بکنه و به کشاورزان این داده شود که کشاورزی افغانستان رشد بکنه. یک منطقه است آب نیست زمین است، دیگه منطقه است آب است زمین نیست. در یک فصل آب فراوان است، در فصل دیگه که ما به آب ضرورت داریم در اونجا آب نیست. بنابراین ذخیره کردن آب برای فصلی که در اونجا ما به آب ضرورت داریم، یعنی پیش ما حق اولیت داره. این در حال است که به گفته وزارت زراعت و آبیاری در حال حاضر از 7.5 میلیون هکتار زمین قابل کشت، به علت کمبود آب تنها 2.5 میلیون هکتار زمین در کشور کشت می شود و متبقی 5 میلیون هکتار زمین از کشت باز مانده اند. ادامه خبرها را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید. مردان تفنگدار ناشناس یک مرد را بامداد امروز شنبه در منطقه چهارراهی قنبر شهر کابل با گلوله زخمی ساختند. این زخمی ایمل رحیمی نام دارد و چند پیش ادعا کرده بود که برادرش از سوی یکی از محافظان ریاست جمهوری ربوده شده است. پس از نشر گزارش تلونیوز درباره آن رویداد، نهادهای امنیتی یک محافظ ریاست جمهوری و پدر وی را که در بخش ریاست محافظت ریاست جمهوری آموزگار بود به اتهام دست داشتن در آدمربایی بازداشت کردند. این مرد میگوید که ناوقت‌های شب گذشته افراد مشکوکی در نزدیک محل زندگیش دیده شدند که در دو موتر سوار بودند و بامداد روز شنبه زمانی که می‌خواست از خانه بیرون شود، دو مرد تفنگدار که در یک موتر کرولا سوار بودند می‌خواستند وی را با گلوله از بین ببرند، اما سرانجام توانستند پای چپ او را با گلوله ببندند.
از اون قضیه شما باور کنید دو ما از بیادر خود اول نداریم. هیچ معلوم نیست که آیا زنده است آیا نیست. نفر موجود، اسناد شواهد ثبوت موجود، کس از او تحقیق گرفته نمیتونه. به خاطر چی نمیتونه؟ حمایت میشن. رئیس جمهور مرا بخواهید که حمایتگراش برای شما بودم، کی حمایتش میکنه؟ مادرش با چشمان پر اشک هنوز چشم برای حامد به سر ربوده شدهش است. این خانواده میگوید که احمد ضیا یکی از محافظان ریاست جمهوری که دوست حامد بود و ای را ربوده است و چندی بعد سیمکارت مرد متهم در موبایل حامد استفاده شده است و نهادهای امنیتی پس از بررسی احمد ضیا و پدر وی را به بند کشیدند. خب ما چه رقم کدام پسو برم؟ چه رقم رئیس جمهور است که پرسان بچه ما را نمیکنه؟ یکیش گم است، یکیش زخمی کرده. خب اینم کشته برای زخمی انداخته. فعالان جامعه مدنی که به عیادت مرد زخمی شده آمدند از رئیس جمهور می‌خواهند تا فعالیت‌های محافظان ریاست جمهوری را زیر بررسی جدی داشته باشد. تقاضای ما از رئیس جمهوری است که خودش شخصا دخالت بکنه و این مسئله را بررسی بکنه. وقتی موبایل مثلا اختطاف شده پیدا میشه و کسی را دنبال نمی‌کنه، در واقع دست‌های پشت پرده وجود دارد. پیش از این ریاست جمهوری گفته است که هر فردی که در ریاست جمهوری و یا هر جای دیگر دست به جرمی بزند مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. خواستیم درباره رویداد تیراندازی بر برادر مرد ربوده شده در کابل نظر پلیس را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. رئیس مجلس نمایندگان میگوید که حکومت در کار تامین امنیت کشور ناکام مانده است. شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که ادامه ناامنی ها در کشور سبب می شود تا اختلاف ها و کشیدگی ها میان شهروندان و سیاستمداران کشور افزایش یابند. در نشست روز شنبه مجلس نمایندگان بیشتر از افزایش ناامنی ها به ویژه گروگانگیری مسافران در کندوز بحث می شود. اینان می گویند که افزایش ناامنی ها بیش از این مخالفت ها میان شهروندان و سیاست مداران کشور را افزایش خواهند داد. اینجا شما عملا می بینید مورد کلور علاقات مورد کلور های زنجیره‌ای قرار می گیرد اینا کی هستند؟ اگر پشتوی هم که دارید فکر و مفکوره از قرور شد، مثبتی هم که در اون فکر و مفکوره از قرور شد، از آره و تاجیکی هم که در اون فکر و مفکوره بود قرور شد. در بده سال که روانه دیش در افغانستان پر نو ولایتونو که بدبختانه در افغانستان در خلق و دشمنان پر دیر بهرحمی یا پر دیر بهشرمی سره پر ظلم و وحشت پر نلاس پوری کردی. در این حال شماری از اعضای این مجلس از افزایش ناامنی ها در کشور و بی‌پروایی حکومت در برابر آزادسازی گروگان گرفته شدگان کندوز انتقاد می‌کنند. خانواده‌هایشان در کندوز منتظر هستند و حکومت برای رهایی‌شان حال اقدام نکرده. ما می‌خواستیم که یک آخرین معلومات به ما داده شود قبل از اینکه ما امروز دست به اقدام بزنیم. متأسفانه که این 4-5 روز مورد تعدید عملات شدید دشمن قرار گرفته که منطقه خاشرود ولسوالی خاشرود ما می باشه، اما نیروهای امنیتی در اونجا کمتر وجود دارن، همه روزه مشکلات زیاد دارن. از سوی هم رئیس مجلس نمایندگان می گوید که حکومت مسئولیت دارد تا به این چالش ها در کشور رسیدگی کند. نهایتا ما جانب حکومت توصیه می کنیم که برای سلامتی نظام و ثبات در افغانستان، وحدت ملی برای دوام نظام و ثبات در افغانستان یک اصل هست. ما اختلافات قومی و احزاب مطلقاً به تجربه گرفتیم که نتیجه مطلوب خود به ملت افغانستان نداشت، ایران نفی میکنیم، بار گفتیم. اعضای این مجلس میگویند تا هنگامی که رهبران حکومت به گونه واحد در مسائل کشور برخورد نکنند، اوضاع بهتر از این نخواهد شد. ادامه خبرها پس از وقفه کوتاه. ایالات متحده آمریکا از منزوی شدن چین هشدار می‌دهد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در یک نشست امنیتی می‌گوید که اگر چین به فعالیت‌هایش در دریای جنوبی چین ادامه بدهد، خودش را منزوی خواهد داشت یافت. بیجنگ در واکنش به این سخنان می‌گوید که برای گسترش روابط چین و ایالات متحده آمریکا لازم است که موانع سر راه آنان برداشته شوند. در نشست امنیتی سنگاپور، ایالات متحده یک بار دیگر از سیاست‌ها و فعالیت‌های چین در دریای چین جنوبی انتقاد می‌کند. وزیر دفاع ایالات متحده می‌گوید که این فعالیت‌های چین به منزوی شدن این کشور خواهند انجامید، آنچه که به گفته کارتر آمریکا خواهان آن نیست. The United States
ما از ظهور چین به عنوان یک کشور صلح‌آمیز با ثبات و پیروز استقبال می‌کنیم. چون این کشور در شبکه منظم امنیتی منطقه مسئولیت پذیر خواهد بود. با این حال چین میگوید که واشنگتن برای گسترش روابطش با بیجینگ از کارهایی که مخالف سیاست‌های چین هستند باید دست بردارد. صادقانه باید بگوییم ایالات متحده برای افزایش همکاری میان ارتش‌های دو کشور باید موانع را بردارد. آمریکا باید فروش جنگ افزار را به تایوان و فرستادن جنگنده‌ها و کشتی‌های جنگی را به نزدیک آب‌های ما پایان دهد و همچنان قوانین تبعیض آمیز در برابر چین را لغو کند. پیکار با هراس افغانی و برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی از مهمترین موضوعات نشست امنیتی سنگاپور هستند، اما شرکت کنندگان این نشست بیشتر بر اختلاف‌های چین با شماری از کشورها درباره دریای چین جنوبی تمرکز کردند. مالزیا، برونئی، میانمار و تایوان از کشورهایی هستند که بر سر مالکیت جزیره‌های این دریا با چین اختلاف دارند. شمار از بازنشستگان با شکایت از خزانه تقاعد میگویند بانک 8 ماه از زمان آغاز پرداخت حقوق بازنشستگان میگذرد، اما تا اکنون حقوقشان را دریافت نکردند. از سوی هم مسئولان وزارت کار امور اجتماعی علت تاخیر در پرداخت حقوق شمار از بازنشستگان را تغییر الکترونیکی ساختن پرداخت حقوق بازنشستگان و نبود بودجه میگویند. اینان از متقاعدان هستند که میگویند بیش از 8 ماه میشود که نتوانستند تنخواهشان را به دست آورند. یو کال کیگی چی تکاوت پسی گردم پلار می وپات شویده تکاوت پسی دقی شو بیتا لارشا اقی شو بیتا لارشا اطول اورز نیتی رکی اطول اورز نیتی رکی بلکل کار نکیگی. پار سال ما را از تقاوت ما را گشتان ده. پار سال ما 47,000 پا شوارم جگران بود متقاعد. 47,000 پا میگرفتیم 27,000 پا مرادا. نفر دو لک یک و نیم لک میگیره. ما متقاعد اردوی ملیست آمد مثلا. یک نفر دیگه 17,000 15,000 این چرا امو هم یک فامیل داره. امو کسی دیگه هم که دو لک سی لک میگیره او هم یک فامیل داره. در این مورد چرا اینا یک فکر صحیح نمیکنه؟ وزارت کار امور اجتماعی میگید که با دریافت بودجه بیدرنگ متقاعدان را که تا اکنون معاشهایشان را دریافت نکردند خواهند پرداخت. ما پیشنهاد خود البته مکرر چندین بار بر وزارت مالیه کردیم که به امید ازی هستیم که وزیر مالیه به صورت فرصت امی صدای ما را بشنوند و از طرف موضوع ما حل شوه. ما انشاءالله که امروز بر ما می بودجه ما برسه. بر بنیاد آمارهای وزارت کار امور اجتماعی 100,000 متقاعد ثبت این وزارت است که حدود 90,000 آنان در بانک اطلاعاتی ثبت شدند. نرم موقت کسایی که از اون نرم حقوق می بردن نرم بود که میاد خدمت مد نظر نمی گرفت. یک متقاعده که 10 سال هم خدمت کرده بود مثلا سالانه 40,000 برش میداد، یک متقاعده که 40 سال هم خدمت کرده بود سالانه 40,000 برش میداد. یعنی خودش یک حق تلفی بود. با او خاطر که از بین رفت، با او اندازه تفاوت هم در معاش آمده، بسیار کم کسایی که خدمتش کم است حقوقشان یک کم تنزیل یافت. بر بنیاد گفته های وزارت کار امور اجتماعی با شامل شدن تمامی متقاعدان در بانک اطلاعاتی دیگر متقاعدان مجبور نخواهند بود که هر سال به پایتخت بر ریاست عمومی خزینه تقاعد مراجعه کنند و با مراجعه به یک از بانک ها می توانند در ولایت هایشان تنخواهشان را به دست آورند. سپاسگزارم از توجهتان. از طلوع ادامه خبرها را در طلوع نیوز دنبال کنید. شمار از فعالان جامعه مدنی در ولایت کنر حکومت را در جلوگیری از قاچاق چوب‌های چهارتراش به بیرون از کشور به بی‌پروایی متهم می‌سازند. آنان می‌گویند که قاچاق چوب‌های چهارتراش از ولایت کنر رو به افزایش است و نیروهای امنیتی در این بخش بی‌پروایی می‌کنند. در همین حال والی کنر قاچاق چوب‌های چهارتراش را از این ولایت رد می‌کند. از چند سال بدین سو خرید و فروش و انتقال چوب‌های چهارتراش از ولایت کنر بر بنیاد مصوبه شورای وزیران ممنوع است، اما در تمام این سالها بخشی از چوب‌های چهارتراش این ولایت به ویژه به پاکستان قاچاق شده است. شماری از فعالان جامعه مدنی و بزرگان قوم در ولایت کنر میگویند در قاچاق چوب چهارتراش زورمندان در این ولایت دست دارند و حتی برای طالبان نیز قاچاق چوب چهارتراش به یک منبع خوب درآمد مبدل شده است. زمون دغه ملي سرمایه چې په څو کراتو مو غوښتنه د ولسمشر نارم چې په وخت کې شورا کې و دلته غوښتنه مو کړې چې د دغې مخنیوی وشي. خو متاسفانه اوس هم په ځنګلونو کې چنسې روانې دي، عرکه شوته نور
گاونډي هیواد نه راغلی هغه پکې کار کوي او ځنګلونه وایي سلو کې یعنی شپېته اویا فیصده پیدا ټولو همدغه وسلوالو ته ده، ځکه چې دا ځنګل د هغو ساحو کې دي چې په هغه باندې وسلوال تسلط لري، نو زیاته فایده هم هغو ته ده او دغه کېږي لکه څنګه چې نور تخریبي عمل ترسره کوي په غرونو کې او په دغه ساحو کې ټول طالبان واکمن دي او هلته هغوی دا ځنګلونه د رحمنه قطع کوي او دا خپل مالي سپورټ یې همدغه ځنګلونه لري. ترمین حال والی کنر در این باره چنین دیدگاهی دارد. دی کنر به سطح لور رتبه مامورین او چارواکی زی دست مثال و دست مدارک و شواهد نلرم چی دوی پاچاخ کلاس کلری ولی امکان نداری پا بعض نقطه که به دلار پولیس یا رتبه کسان دوی سر همکار بی قطع جنگلات، انتقال چوب چاتراش به کلی بند است، هیچ کسی نمیتونه، اما قاچاق برای مافیای بسیار حرفه‌ای با اشکال مختلف چوب چهارتراش میخواستن انتقال بدن، دیزگیر شده روان است. آگاهان اقتصاد بدین باورند که افغانستان با استفاده درست و مناسب از چوبهای چهارتراش و ایجاد کارخانه های موبل سازی میتواند از بزرگترین صادرکنندگان موبل و فرنیچر در منطقه باشد، اما کم توجهی دولت در این بخش سبب شده است که این چوبها به گونه مواد خام به دیگر کشورها صادر شود و بیشترین سود آن نصیب آنها شود. گشایش بند سلما خوشی و هیجان را در ولایت هرات به وجود آورده است. باشندگان این ولایت پس از گشایش بند سلما و رقص و پایکوبی پرداختند و بهره برداری این بند را رویای دیرینه هراتیان می دانند. باشندگان ولایت هرات می گویند که نه تنها این بند برای هراتیان آب و برق فراهم خواهد کرد، بل ساخت بند سلما امید برای ادامه زندگی در این ولایت بخشیده است. محمد آصف رحیمی والی هرات را از شهر هرات با خود داریم. سلام بر شما، خیلی خوش آمدین آقای رحیمی. چرا گشایش بند سلما در واقع خبر خوش برای مردم افغانستان به ویژه هراتیان است و با استناد بر چی باور داشته باشیم که گشایش بند سلما امید به آینده بخشیده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین که اول گشایش و افتتاحی بند بسیار مهم، بزرگترین بند افغانستان و ملت شریف افغانستان و خصوصا به مردم شریف و زحمتکش ولایت هرات تبریک بگویم. واقعیت است که این بند برای مردم آب و نان و روشنایی فراهم میکنه. اضافه از 700 قریه در 8 ولسوالی که در زیر از این بند قرار داره و اینا همه امیدوار به این هستند که از این بابات در دسترخانشان واقعا تغییر مثبت خواهد آمد. قریه ها آباد میشن، با نور برق روشن میشن و این خبر خوش برای نه تنها برای مردم هرات، برای تمام افغانستان است، به خاطر که هرات از این بابات به یک سبدی از مواد غذایی تبدیل خواهد شد. همچنان مفاد بزرگ دیگه از این است که برق به شهرک سنتی ولایت هرات فراهم خواهد شد که امین حال اضافه 100 فابریکی که حتی تجهیزات خودم آوردن نسبت کمبود برق فابریکه های خود نمیتونن فعال کنند. با برقی که به شهر هرات از بند سلما تهیه میشه این فابریکه ها میتونن دوباره فعال شوند و همچنان 4 ولسوالی مستقیما از این برق میگیرن و اضافه از 250 هزار فامیل در این قریه ها زندگی میکنن که از نعمت برق محروم هستند. و ضمناً بند سلما اطرافش که ما امروز با جواد ماب رئیس به جمهور رفتیم بازدید کردیم، حدود 20 کیلومتر ساحه در داخل دره های زیبای چشم واقع است که خود از این میتانه یک پارک ملی ایجاد شود و برای مردم هرات و برای مردم افغانستان زمینه تفرید او مناطق مساعد شود و مردم در کار شوند و شغل برای مردم ولسوالی چشت فراهم شود. همین لحظه مردم هرات آیا از نور برق و آب بند سلما بهره میبرند؟ در ماه جوزا همه مردم هرات میفهمند که در این وقت در اصلا در هریرود آب بسیار کم بود و یا هیچ نبود، در قسمت های پایین تر از گذاره اصلا آب نمیرسید، اما حال در امی مسیر کلسوالی ها از چش تا به پشتون زرغون گذره و انجیل و زندجان اصلا آب دیگه نوبت نیست.
همه مردم آب بسیار کافی بر زراعت خود دارند و همچنان بند سلما امروز از دو توربین حدود 28 مگاوات برق به شهر هرات انتقال شد که این خودش بر شبکه برق رسانی ولایت هرات یک خبر بسیار خوش است. با توجه به موانع امنیتی سر راه پروژه های بازسازی و زیربنایی در افغانستان، درباره نقش مردم هرات در گشایش و بهره برداری بند سلما بگوین. آیا مردم هرات با نیروهای امنیتی در جهت محو تهدیدهای امنیتی سر راه پروژه بند سلما همکاری و یاری رساندند؟ مردم شریف ولایت هرات هیچ وقت بر دشمنان افغانستان اجازه ندادند که در ولایت هرات تهدیدات جدی را بر امنیت و مسئولیت مردم ایجاد کنند. بعضی گروه های تروریستی که از ولایت همجوار می آیند و یا هم بسیار محدود از اطراف ولایت هرات باشند، اینا کدام تهدید جدی را متوجه ولایت هرات نخواهد تانستند. مردم هرات مکملا از پروژه های بازسازی، از انکشاف، چی بند سلما هست، چی پروژه تاپی هست، چی پروژه 500 هزار ولت برق خواهد بود که به طرف ولایت قندهار و پاکستان انتقال خواهد شد و همچنان خطوط آهنی که در آینده پلان است در این وطن ساخته شود، سرک چشت شریف که انشاءالله امسال حتما افتتاح خواهد شد. این پروژه های بزرگ زیربنایی که در ولایت هرات پلان شده، مردم هرات حمایت همه جانبه خود از این پروژه های بازسازی اعلان کردند و واقعا به صورت متحدانه با پشت نیروهای امنیتی استاد هستند و دفاع میکنند. آقای آصفی، نگرانی های وجود دارد که حکومت وحدت ملی به ویژه حکومت محلی در ولایت هرات توانایی و ظرفیت عزیز ندارد تا از ظرفیت بالقوه و بالفعل بند سلما در جهت بهبود بخشیدن زندگی مردم هرات بهره ببره. پاسختان به این نگرانی ها چی است؟ امروز دیروز جلال باب رئیس به جمهور با گروه های مختلف مردم، اقشار مختلف مردم هرات دیدار داشتند و تقریبا تا به ساعت 11 شب با مردم دیدن. یک کمیسیون ویژه را تشکیل دادن که از وزارت زراعت، انکشاف دهات، وزارت آب و انرژی است که تمام کانال هایی که از دریای هریرود آب خواد گرفت اینا را سروی بکنن و کانال های جدیدی که برای زمین های بایر کشیده میشه اینا را همه سروی های تکنیکیش آماده بکنن و به صورت منظم تحت پلان بگیرن تا اینکه زمینایی که فعلا زیر آب است خوب و او زمینایی که اصلا آب برش نمیرسه اونا هم زیر آب شوند. این پروگرام به زودی به سرعت انشاءالله آغاز میشه و همچنان سایر پروژه هایی که مثلا پروژه خطاهنی که از ترغوندی به هرات می کار سروی تکنیکیش آغاز شده. برای سرک چشت شریف آیتی از وزارت فایده ما آمده بود و سروی دوباره سرک تکمیل کرده و شما دیدین که امروز و صدر اعظم کشور دوست هندوستان با رئیس جمهوری پروژه را افتتاح کردند. همین نیروهای امنیتی ولایت هرات بودند. هیچ نیروی امنیتی به جز نیروهای ویژه که با جلادما رئیس جمهور همیشه می باشند دیگر نیرویی از هیچ جای نبود. همین نیروهای امنیتی ولایت هرات بودند که به صورت شباروزی زحمت کشیدند و الحمدلله با یک موفقیت عام و تام این محفل بسیار بزرگ تاریخی را که برای مردم هرات فوق العاده تاریخ ساز بود به صورت بسیار درست شده تنظیم بکنن و بدون هیچ مشکل الحمدلله گذشتی توانمندی ولایت هرات، اداره محلی هرات، نیروهای مستقر در هرات نشان میتن. یعنی به همه مردم افغانستان اطمینان میتیم که در ولایت هرات یک هماهنگی مکمل وجود داره. مردم هرات، نیروهای امنیتی هرات، حکومت ملکی هرات اما متحدانه در پی آبادی و رفاه مردم هستند. با گشایش بند سلما از سرازیر شدن بخش بزرگی از آب ولایت هرات به کشور همسایه ایران جلوگیری صورت میگیرد. واکنش این کشورها در برابر بند سلما چی خواهند بود و چی خواهند کرد و با کدام نگاه به این پروژه خواهند دید؟ این حق مردم افغانستان است که منابع سرشار خداوندی را که به دسترسشان قرار داده ایره تنظیم بکنن و به نفع مردمان امی سرزمین از ای استفاده بکنن. مردم افغانستان به هیچ کس اجازه نمیتن که در این مسائل خط و نشان بر ما تعیین بکنن.
این حق ماست در چوکات قوانین بین‌المللی ما حق استفاده از تمام ظرفیت‌های خود داریم و آب اریرود برای همیشه مردم شاهد هستند که در حالت عادی آب در سرحدات افغانستان همیشه استفاده میشد و خارج از سرحدات افغانستان به جز سالهایی که سیلاب‌ها می بود اگر در اون مناطق می رسید. لحاظ ای همیشه به داخل افغانستان استفاده می شد و حال فقط حکومت افغانستان تنظیم از آب می کنه به صورت درست که در وقتی که کمابی می باشد در ماه جوزا، سرطان، اسد تا به سنبله ای آب به دسترس دیاکین به صورت منظم برسه و زراعت و کشاورزی ما به صورت درست تنظیم شود. و خیلی کوتاه در اخیر می خواهم از شما پاسخ سوال دیگر هم داشته باشم. پروژه های بزرگ دیگر در بخش های افغانستان هم اکنون کارش عملا جریان داره. شما با تجربه از ساخت بند سلما دارین، پیشنهادتان به حکومت های محلی در دیگر ولایت ها چی است؟ با چی سازوکار و راهکار میتوانند این پروژه ها را تطبیق کنند و به زودترین فرصت به بهره برداری قرار بتن؟ بسته که ما در بند سلما استفاده کردیم، ما یک نیروی دائمی را در بند سلما جابجا کردیم، هم از اردوی ملی و هم از پلیس، به صورت دیگه وظیفه نداشتند به جز حفاظت از بند سلما. هر پروژه بزرگ دیگه که در افغانستان آغاز میشن نیروهای ویژه دائمی و مشخص بر از اونا تعیین شوه، نه ای که در پالوی سایر وظایف وظیفه حفاظت از اون پروژه اکشافی برش داده شه و موافق نمیشه، بلکه به صورت مشخص یک نیروی ویژه، یک واحد ویژه باید در نظر گرفته شوه تا که پروژه ها را مکمل به صورت منظم از کارگرایش، از انجینرها حفاظت بکنه، همچنان از مردم حمایت بخواین و مردم هم در پالوی نیروها شریک بسازن، منافع پروژه ها را بر مردم به صورت درست تفسیر بکنن و این خود به خود میتونه که دست دشمنا را کوتاه بسازه و این پروژه را ضرر برش نرسه. حالا گفته میشه که با گشایش بند سلما زندگی مردم ولایت هرات بهبود پیدا خواهد کرد. چه زمان این بهبودی را مردم ولایت هرات در زندگی خود حس خواهند کرد؟ عملا میبینن مردم، قسمی که پیشتر گفتم در این ماه جوزا اصلا آب در دریای هریرود نمیبود. در این وقت دیگه مردم بسیار به قحطی ها دچار می بودن، اما حال اصلا نوبت نیست. دهاقین هر وقتی که دلشان از آب می گیرن، در این ماه جوزا که انشاءالله سرطان و اسد به می شکل باشه، به خاطر که ما حدود نیم میلیارد متر مکعب آب در بند ذخیره داره ماله، الا ماه میزانی که باز باران ها آغاز میشه، انشاءالله مردمان از این 8 ولسوالی آب کافی خواهد داشتن و زراعتش با مشکل مواجه نخواهد بود. همچنان برق، ما مطمئن هستیم که تا ظرف 9 الی 12 ماه آینده 4 ولسوالی ما که اصلا نور برق نداشتن به این جاها سب استیشن ها ایجاد میشه و برق انشاءالله دائمی در دسترسشان قرار میگیره و عملا برق در شهر هرات از بند سلما جریان پیدا کرده و افت ولتاژ دیگه در شهر در این ماه تابستان که همیشه مردم از ایرکندیشان و پکه استفاده میکنن دیگه نخواد بود مثل سابق سالهای گذشته، این مشکل به مراتب کمتر خواد بود. سپاسگزارم محمد آصف رحیمی والی هرات از حضورتان در برنامه. حکومت برای مبارزه با فساد اداری از اقتدار سیاسی بسنده برخوردار نیست. احمد ضیا مسعود با ابراز این مطلب میگوید که هزاران جریب زمین غصب شده است و در قراردادهای نفت فساد گسترده صورت گرفته است. در همین حال لوئیس آرانولی فساد اداری را در کشور خطرناک‌تر از هراس افغانی میداند. فساد اداری لکه که سالهاست دامن حکومت افغانستان را داغدار نموده است و به گفته رئیس جمهور به شرم ملی مبدل گردیده است. اکنون نهادهای گوناگون دولتی دست یکی کردند تا این پدیده را از میان بردارند. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که پولهای بسیاری که این همه سال به کشور سرازیر شدند به گونه درست به مصرف نرسیدند. هزاران جریب زمین غصب شده، هیچ کس قدرت نداره که غاصبین زمین او را در میز محاکمه بکشند. قراردادهای بسیار بزرگی در مسائل در ارتباط با تیل و مافیاتای تیلی و ایگپا امضا شده، اما هیچ کس قدرتی را نداره که همین مافیای بسیار کلان تیل سر میز محاکمه بکشند. نبود هماهنگی میان پلیس، لوی سارنولی و دادگاه‌ها، نامنی‌ها، عقب ماندگی سیاسی و فرهنگی، نبود دسترسی و نظارت بر پیمان‌های کشورهای کمک کننده و نظام اداری کهنه و پیچیده بودن کار در دفترهای دولتی از چالش‌های عمده در برابر مبارزه با فساد اداری گفته می‌شوند. فساد بزرگترین دشمن مردم افغانستان است. بزرگترین خطر برای مردم افغانستان است و خطرناک‌تر از تروریسم و دشمنان مردم افغانستان. این مثل یک خنجر در نزدیک قلب ماست، در درون ماست
با ماست، در پهلوی ماست و هر روز با این سر و کار داریم. بنابراین اولویت دولت افغانستان باید مبارزه با فساد باشه و باید تعهدات را که در این رابطه انجام داده ای را به کرسی بشاند. دوسیه های وجود دارد که از سالها قبل، یعنی از سال 1380 تا کنون هم وجود دارد که سرنوشت کسانی که در اون دوسیه شامل هستند معلوم نیست. در این نشست مقام ها تاکید می ورزند که فسادداری باید ریشه یابی شود، فرهنگ معافیت از میان برود و قانون بر همگان یکسان عملی گردد. تطبیق یکسان قوانین بالای همه مفسدین از هر گروه و تیم و جناحی که باشد تا مبارزه با فساد اداری یک حربه سیاسی و امر گزینشی برای زدن رقبا و عرفان جلوه نکند. این نشست در حال برگزار می گردد که سرنوشت پرونده های بزرگ فساد اداری همچنان گنگ و ناروشن است. دادگاه عالی تایید می کند که برخی از قاضیان و کارمندان دادگاه ها به حیث کمیشنکار از صلاحیت هایشان استفاده سوء می کردند. رئیس تعلیمات قضایی دادگاه عالی می گوید که این نهاد در چندین ماه پسین 60 تن به شمول 6 قاضی را به اتهام فساد اداری بازداشت کرده است و بیشتر از 550 قاضی را از موقف هایشان تغییر و تبدیل کرده است. این نهاد به شهروندان کشور تعهد می سپارد که گلیم فساد اداری را از دادگاه عالی برخواهد چید. پس از دستور رئیس جمهور برای آوردن اصلاحات در نهادهای قضایی کشور، دادگاه عالی از بازنگری ساختار آوردن اصلاحات گسترده و مبارزه با فساد اداری در این نهاد سخن می‌زند. رئیس تعلیمات قضایی دادگاه عالی می‌گوید که در سال 1394 هجری خورشیدی، دادگاه‌های ابتدایی شهری و ولسوالی‌ها پرونده‌های 41522 رویداد، دادگاه‌های استیناف پایتخت و ولایت‌ها پرونده‌های 41806 رویداد و دادگاه عالی پرونده‌های 22313 رویداد را بررسی و درباره این پرونده ها فیصله کردند. در این سال دادگاه مبارزه با جرایم فساد اداری 345 پرونده فساد اداری و نیز دادگاه های کشور 236 پرونده تجاوز جنسی و 512 پرونده خشونت را در برابر زنان بررسی و حکم دادگاه را درباره این پرونده ها صادر کردند. متاسفانه تعدادی از قضات و محررین و کارمندان اداری استر محکمه و سایر اشخاصی که از نام استر محکمه و عنوان کمیشنکار سوی استفاده میکردن به تعداد 60 نفر که از جمله 6 نفر قاضی، 11 محرر و کارمندان اداری و تعداد 43 نفر سایر اشخاص هستند که دستگیر شدند و قضایای اونها تحت رسیدگی قرار دارد. رهبری دادگاه عالی فساد اداری را در دادگاه های کشور پذیرفتنی نمیداند. اگر ما بگیم که فساد در قضا کمترین حد خود رسیده، این مبالغه نمیکنیم. ما وقتی که میگیم 659 قاضی تغییر و تبدیل شده در چارچوب تنظیم قضایی افغانستان و تعداد قضات افغانستان، این شمار خیلی بالایی است. اما نگرانی های وجود دارند که هنوز هم در دادگاه های کشور مشکلاتی وجود دارند. قضا باید تصمیم بگیره که استقلالیت خود را در گام اول حفظ بکنه و دوسیه های بسیار مهمی که برای مردم افغانستان حائز اهمیت است، از جمله قضایای غصب زمین، مسائل مربوط به فساد اداری، قضایای مردمای بزرگی که در حد مافیایی گفته میشه، به اینا توجه لازم را مبذول بداره. در پهلویی که اصلاحات گسترده را ضرورت داره که یک قسمتی از این را به ادعای خودشان البته و پیش بردن. هرچند نگرانی های وجود دارند که در ولسوالی های ناامن دادگاه ها برای مردم بسته هستند، اما دادگاه عالی از ارائه جزئیات در این باره خودداری می کند و تاکید می ورزد که به جای ولسوالی های ناامن کشور، زمینه دسترسی مردم به دادگاه ها در مرکز این ولایت ها فراهم شده است. محمد علی کلی قهرمان سه دوره‌ای مشت‌زنی سنگین وزن جهان بامداد امروز به علت بیماری تنفسی در بیمارستان در شهر فونکس ایالات متحده آمریکا درگذشت. اسطوره سنگین وزن جهان از 32 سال بدین سو با این بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد و سرانجام امروز به عمر 74 سالگی درگذشت. این مشت‌زن حرفه‌ای در سال 1981 میلادی با ریکارد 56 پیروزی، 37 ضربه فنی و 5 شکست به گونه کامل از مشت‌زنی کنارگیری کرد. در پایان این گزارش خبرهای ساعت 10 هم به پایان میرسد. تا این دم سپاسگزارم از توجهتان. I am the greatest.
محمد علی کلی در هفته جنوری 1942 در شهر لویویل ایالات متحده امریکا به دنیا آمد. کلی یکی از مشهورترین مشت‌زنان سنگین وزن جهان بود. کلی در 12 سالگی انگامی که دوچرخه کوچکش سرقت شد، مثل بسیاری از کودکان دیگر گریه کنان نزد پدرش نرفت، بل ماجرا را برای آمر پلیس محلشان جو مارتین که یک مربی مشت‌زنی هم بود گزارش کرد. مارتین پیشنهاد کرد که راه مبارزه کردن را زیر نظر او فرا بگیرد و این پسر 12 ساله با سرعت زیر فرامین مارتین در امر یادگیری مشت‌زنی پیشرفت کرد. بازی های المپیک تابستانی سال 1960 میلادی در روم ایتالیا، کلی مدال طلای مشت‌زنی در رده سنگین وزن را به دست آورد و سپس بعد از آن